بسم الله الرحمن الرحیم، بخش چهارم از همایش داد الگوریتم و حل سوالات آزمون دکترا سال 96. خب، مسئله اول حل یک رابطه بازگشتی هست که دیگه همه شما ماشاءالله دیگه حل اینها رو بلدید. بچه ها، من میدونم که تی ان به رادیکال ان ارتفاع درخت بازگشت لوگ لوگ انه. اگر اف ان هم او یک بود، عدد ثابت بود، جواب همون ارتفاع میشد، یعنی لوگ لوگ ان جواب میشد. ولی خب چون اف ان مون تابع ثابت نیست، من مجبورم دیگه تا یه حدی پیش برم برای حل. همونطور که میدونید به جای n 2 به توان m میذاریم، چون میدونیم که رادیکال n توان رو نصف میکنه رادیکال و 2 به توان m دوم به ما میده. حالا من اینجا t 2 به توان m دارم، اینجا t 2 به توان m دوم دارم، لوگاریتم 2 به توان m هم که میدونید میشه m. خب بعد نامگذاری میکنم، این دیگه اسمش تغییر متغیر نیست، اسمش نامگذاریه. اگر به این جمله بگم جمله امم، این یکی جمله ام دومه، چون دقیقا همونه، فقط به جای ام ام دوم داره. پس به این رابطه بازگشتی میرسم که اچ ام مساوی است با اچ ام دوم به علاوه او ام. ما میتونیم این رو با مستر حل کنیم، لوگاریتم یک در مبنای دو صفره، پس یه طرف ام به توان صفر داریم. خیلی هشدار میدم، مراقب باشید، حتی برای بچه هایی که مسلطن این اشکال سر جلسه زیاد پیش میاد که عادت کردیم بر حسب ان بنویسیم، عادت کردیم. اینه، حواست باشه وقتی که متغیرت ام هست جوابو بر حسب ام بنویس. پس یه طرف ام به توان صفر داریم که عدد ثابته، یه طرف خود اف ام یعنی ام به توان یک رو داریم که خب سمت برنده ام به توان یک. جواب او ام هست که البته با توجه به این رابطه میدونیم ام لوگاریتم انه، لوگ ان هست گزینه یکه. میریم مسئله بعدی. بچه ها در یک هرم کمینه که این تا عنصر درش درد شده، میخواهیم کائومین کوچکترین عنصر رو پیدا کنیم. اولا یه سری مباحثی درباره این که کائومین کوچکترین عنصر کجاها میتونه باشه، یه سری سوالاتی در این زمینه ها مطرح میشه معمولا، که خب میدونید کوچکترین در ریشه است، دومین کوچکترین یکی از فرزندان ریشه است، سومین کوچکترین در اگر بخواد خیلی نزدیک باشه بریشه اینجاست، اگر بخواد خیلی دور بشه این اولی، این دومی، سومی میتونه بیاد اینجا، سومین کوچکترین حد اکثر میتونه در عمق دو قرار بگیره، چهارمین کوچکترین عنصر حد اقل اینجا میتونه باشه، حد اکثر میتونه یک دو سه میتونه بیاد اینجا. بنابراین کائومین کوچکترین عنصر حد اکثر در عمق کامنهای یک قرار داره. این از محلش. حالا اینجا ما محلش رو نمیخوایم، خودش رو میخوایم، میخوایم کائومین کوچکترین عنصر رو پیدا کنیم. اگر در داخل خود هرممون بخوایم عملیات استخراج رو انجام بدیم، یعنی مینیموم رو خارج کنیم، وقتی مینیموم خارج شد بعد مین هیپ به هم میریزه، لازم روال هیپ فای اجرا بشه، بین این دوتا کوچیکه بیاد جاشو بگیره، بعد به همین ترتیب جای خالی پر بشه، به اندازه لوگ ان زمان میبره، این مینیموم اومد بیرون. بعد مینیموم بعدی رو بیاریم بیرون، مثلا 3 اومده جای 2 رو گرفته، الان مثلا 3 اومده بالا 7 جای اینو گرفته، مثلا 10 جای اینو، مینیموم بعدی دوباره لوگ ان منها یک زمان میبره. بعد چون ما قراره کا بار این کار رو انجام بدیم، به نظر میرسه که کا تا لوگ ان تقریبا زمان ببره. این روش روش کارآمدی نیست. معمولا هم این تله رو تو گزینه ها میذاره طراح سوال،
کالوگن، چون روش معمولش اینه. و حالا برای اینکه کارآمدتر عمل کنیم باید از این نکته که میدانیم کائومین کوچکترین عنصر قطعا اینجاها نیست، پس چرا خودمونو با اونا درگیر کنیم هر بار لوگ ان؟ پس چیکار کنیم؟ بهتره بیایم اینجا یه هرم خالی اول در نظر بگیریم. بعد کاری که انجام میشه اینه،